سلام، وقتتون بخیر. قربان آزاد هستم با یک ویدیوی خیلی جالب دیگر در مورد بنجامین. گیاه بنجامین دوستای عزیز گیاه آپارتمانی هست و در این ویدیو ما تمام موضوعات را خدمت شما اشاره میکنیم و برای شما آموزش میدیم. اگر میخواین در مورد گیاه بنجامین آشنایی داشته باشین که چگونه ای پرورش داده میشه، تکثیر میشه، نگهداری میشه، تا آخر این ویدیو با ما همراه باشید. خوش آمدین دوستای گرامی به کانال باغبان آزاد. دوستای عزیز، ویدیو امروز ما شما در مورد گیاه بنجامین هست که در عموم دوستای عزیز ما دو نوع گیاه بنجامین داریم. یکی بنجامین ابلق هست که این می باشه و گیاه بنجامین میشکی هست دوستای عزیز که این می باشه. گیاه بنجامین میشکی هست و گیاه بنجامین ابلق هست. هر دو شما اینجا خدمت شما آوردیم روی میز. دوستای عزیز، اینا تنها فرقی که این هر دو داره، بنجامین ابلق را شما میبینین که لبه برگهایشان زرد کمرنگ هست و این مشکی بنام بنجامین بلک هم میگه که رنگهایشان سبزی خیلی تیره هست. و فرق دومش دوستای عزیز این هر دو ای است که بنجامین ابلق نور زیادتر ضرورت داره، باید نزدیک پنجره باشه. شما میتونین این را در این ساحه پرورش بتین در رابطه با فضای خانه تان که در نظر بگیریم. و بنجامین میشکی یا بنجامین سبزی تیره یا بلک را شما میتونین از پنجره هم حتی دورتر نگهداری کنین، یعنی فضای پشت پنجره، و براحتی میتونه رشد کنه از لحاظ نور و حرارت دمای خانه شما کفایت میکنه در اینا و رطوبتش هم در فضای خانه کافی هست، مشکل نداره. در رابطه بعد آبیاری بنجامین دوستای عزیز، شما ناخنتان را میبینین داخل گلدان فرو میبرین. اگر خشک شده بود آبیاری باید شود، اگر خشک نشده بود آبیاری نمیکنین. یکی دو سانت ناخنتان از فرو میبرین داخل گلدان یا کاری کدام چیز دیگه ای آزمایش میکنین، بعدا آبیاری میکنین. به خاطر از این دوستای عزیز من این تست را برای شما گفتم که بعضی مواقع ها که هست زمستان هست، تابستان هست، تابستان رطوبت زودتر تبخیر میشه از داخل گلدان و سطح برگا و زمستان دیرتر. زمستان دیرتر فضای داخل گلدان خشک میشه و تابستان زودتر خشک میشه. از خاطر شما ممکن در جریان زمستان هفته دو بار آبیاری شود، در جریان تابستان ممکن یک روز نه یک روز یا همه روزه، چون نظر در محیط و حرارتی که شما در منزلتان دارین، در فضایی که زندگی میکنین، درجه حرارت و رطوبت فرق میکنه. پس از اون لحاظ تنها شاخص آبیاری کردن فقط فرو بردن ناخن یا کدام چیز دیگه، یکی دو سانت اگر خشک شده بود آبیاری میکنین، نشده بود نه. روش تکثیری از دوستای عزیز قسمی هست که شما 3 الی 2 الی 4 بند از این بندک هایی که هست جدا میکنین، کاملا به شکل قلمه ای تکثیر میشه و ایره میتونین در خاک های کوکوپیت، پرلیت و همچنین ماسا اینا رو با هم گرد میکنین، مختلط میکنین، اینا رو داخلش میمانین و همه روز آبیاری میکنین. بعد رشد میکنه و گیاهش ما تکثیر میشه و تنها راه تکثیری فقط از طریق قلمه هست، به راحتی تکثیر میشه، عینی گل روز به راحتی شما میتونین رو تکثیر کنین. خب دوستای عزیز، امیدوارم که در رابطه با گیاه بنجامین نظری کلی و یک اوورویو کلان داشته باشین. هر وقت با یک گیاه برخورد کردین میشناسین که بنجامین هست و روش نگهداری و تربیه و پرورشی را هم خدمت شما اشاره کردم که به همون سیستم شما میتونین کار کنین. باز هم عزیزای دل، اگر در مورد بنجامین اگر سوال داشته باشین میتونین که سوالتان را کامنت بمانین، ما جوابتان ارسال میکنیم و دوستای عزیزی که تازه ما را میبینن میتونین که چینل باغبان آزاد را سابسکرایب کنین، لایک کنین، زنگوله را هم بزنین تا اینکه در اولین فرصت ویدیوهای جدید همراه شما به اشتراک گذاشته شود. خدایا رو نگهدارتان.